سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم از هر جایی که این ویدیو رو نگاه میکنید حالتون عالی باشه. اولا که میخوام از قبل از هر چیز ازتون کلی تشکر کنم بابت این همه محبتی که شما داشتید توی ویدیو قبل. واقعا 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 ما رو به این فکر فرو برد که چقدر واقعا آدمای خوب و خوشقلبی تو این دنیا هستن و هنوز دنیا واقعا مخصوصا ایرانیای عزیز واقعا واقعا انقدر با محبت و پر از مهر و عاطفه هستن که سورپرایز شدیم یه جورایی، چون که ایشون دختر خانمی که صحبت کرد در واقع خودش با خوندن کامنت ها گفتش که من اصلا مونده بودم که بگم یا نه این ویدیو رو درست کنم یا نه، ولی با توجه به دلداری ها حرف قشنگ و کامنتر قشنگ که گرفتم اصلا روحیه گرفتم، خوشحالم که گرفتم و باز هم تو که درخواست کردیم براتون میذاریم. ولی گفتیم از سابجکت اصلی دور نشیم، امروز براتون چند تا از پرکاربردترین های اصطلاحات بریتیش رو آوردم که میدونی اگر استفادهش کنید یه جورایی به مخاطبتون میفهمونید، مثلا با یه انگلیسی زبون که صحبت کنید متوجه میشن که شما سطح زبان خوبی دارید و برای زبانتون تلاش کردید و این به این معنی هستش که خب زبانتون خوبه و بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. بریم برای اولیش. A stone's throw away یعنی a short distance، خیلی فاصله کوتاه، مسافت کوتاه. A short distance A stone's throw away مثالش چیه؟ He was sitting just a stone's throw away from us، یعنی خیلی نزدیک به ما نشسته بود. He was sitting just a stone's throw away from us یعنی خیلی 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 به ما نزدیک بود، چسبیده بود دیگه، یعنی خیلی نزدیک بود، خیلی کم بود مسافتمون. بعدی beating around the bush یا تفره رفتن. Stop beating around the bush، just say it، انقدر تفره نرو، بگو. این یه چیزیه که برای شما مطمئنم که خیلی جالبه، چون که دقیقا همون چیزی که اصطلاحشو عینشو توی فارسی داریم میتونید خیلی راحت دقیقا بذارید به هدف، هر چیزی که تو مغزتون رو میخواه بگید. بابا تفره نرو، بگو دیگه. Stop beating around the bush، just say it. بعدی که بازم اصطلاحشو دقیقا توی فارسی داریم، adding fuel to the fire یا آتیش بیاره مرکو شدن. Stop adding fuel to the fire، بس آتیش بیاره مرکه نشو. پس adding fuel to the fire، so by arguing with her you're just adding fuel to the fire، یعنی با بحث کردن باهاش فقط داری آتیش بیاره مرکه میشی. یعنی یه موقعیتی رو از اون چیزی که هست با گفتن یه چیز یا با کاری کردن بدترش میکنی، دقیقا همون آتیش بیاره مرکه شدن، چون با گفتن یا در واقع یه عملی که انجام میدید وضعیت از اون چیزی که هست بدتر میکنی. I'm all ears یعنی من سر تا پا گوشم، من سر تا پا گوشم. I'm all ears. قبل از اینکه مثال اینو بهتون بگم میخواستم ازتون خواهش کنم که اگر ویدیوهای اینطوری اصطلاحات بریتیش و کلن زبان رو دوست دارید، خواهش میکنم که هم تا آخر ببینید هم لایک کنید، چون من بر طبق ویدیوهایی که بیشتر ویو میگیره بیشتر لایک میشه، متوجه میشم که خب تعداد آدمای بیشتری علاقه من هستن به این ویدیوها و طبق اونا و آماری که یوتیوب به من میده تو قسمت آمارگیری یوتیوب میگه که دقیقا چه ویدیوهایی هستش که بیشتر مخاطب دوست داره که من انجام بدم، و چون هدف من هم اینه که شما عزیزان دوست داشته باشید مطالب رو و یا برای همینم آموزشی هست این کانال که شما یه چیزی از این کانال بگیرید، اینه که اگر که واقعا دوست داشتید لایک کنید و من بدونم که دقیقا چه چیزی شما رو براتون بیشتر مفید هستش که براتون بذارم. یکی میاد میگه که میخوام اینو برات تعریف کنم، مثلا فلان اتفاق افتاده. I'm all ears یعنی من سر تا پا گوشم، بگو. یا مثلا حوصله داری بشنوی؟ Do you have time to listen to this؟ هرچی که هست. Absolutely. I'm all ears کاملا سر تا پا گوشم، بگو.
Something costs an arm and a leg. Something costs an arm and a leg. یعنی یه چیزی که خیلی قیمت خون باباشون اینه. قیمت خون باباشونه. یعنی cost an arm and a leg. Going to Paris costs you an arm and a leg. پاریس رفتن خیلی برات گرون تموم شد. قیمت خون باباشون برات تموم میشه. شاید هم حالا این اصطلاح قشنگی نباشه که بهتون فارسیشو اینطوری ترجمه کردم ولی دسته همینطوریه دقیقا. Exactly it. To pull someone's leg. To pull one's leg. Are you pulling my leg? Are you joking? شوخید گرفته. شوخید گرفته. Are you pulling my leg? یه چیز خیلی غیر قابل انتظار که بهتون میگن. شوخید گرفته. Are you pulling my leg? Are you pulling my leg? Are you pulling my leg? آیا شوخید گرفته. Don't get your knickers in a twist. Don't get your knickers in a twist. What does that mean? Don't get your knickers in a twist. Don't get your knickers in a twist. یعنی چی؟ Don't be annoyed. اذیت نشو. خودتو ناراحت نکن. خودتو بابا wait, I'm coming. Don't get your knickers in a twist. انقدر خودتو ناراحت نکن. Don't get your knickers in a twist. Call a spade. A spade. یعنی چی؟ She just calls a spade a spade. She's so direct. یعنی خیلی روکه. خیلی روکه. حالا اصطلاح خاصی توی فارسی حضور ذهن ندارم. ولی she calls مثلا my mom is very frank. She calls a spade a spade. یعنی همونطور که هست و میگه. روک بهت میگه. Now my favorite one. اون چیزی که من خیلی خوشم میاد از این اصطلاح و هر روز کلی استفادهش میکنم. It's not my cup of tea. You're not my cup of tea. Not really my cup of tea. خیلی فیوریت من نیست. خیلی اهلش نیستم. It's not my cup of tea. This film is not my cup of tea. You can watch it yourself. It's not my cup of tea. خوشم نمیاد زیاد. سلیقه من نیست. It's not my cup of tea. Call it a day. Yo call it quits. جفتش دقیقا مثل همه. میتونه یک کاری رو کنسل کردن باشه. I'm so tired. Let's just call it quits. Oh, I'm so tired. Let's call it a day. بذار کنسلش کنیم. اما یعنی اینکه در واقع کنسلش کنیم. ولی توی ریلیشنشیپ یا روابطی هم که از هم جدا میشه، دو طرف از هم جدا میشن، سپلیت میشن، این رو هم میگن let's call it quits. We decided to call it quits. We decided to call it a day. این هم مثلا call it quits میگن، خیلی میگن. پس باید بدونید که هر کدوم فقط یه جا ممکنه کاربرد نداشته باشه. اونایی که بیشتر از یه کاربرد دارن رو بهتون حتما همیشه میگن. You can say that again. You can say that again. وقتی که با یه چیزی موافقی، همینه دقیقا، باهات موافقم. You can say that again. You can say that again. It's so hot today. It's so boring today. You can say that again. You can say that again. یعنی که باید کاملا موافقم. امیدوارم که از این درس خوشتون اومده باشه. خواهش میکنم اگر خوشتون اومده تا اینجا که رسیدید که این نشوندنه که واقعا بخواید زبان یاد بگیرید، خدا وکیلی پس لایک کنید که من بدونم شما دوست دارید که بیشتر بذارم. وگرنه اگر که واقعا کسی نگاه نکنه، کسی نخواد چیزی براش نفعی نشه، خب چرا من باید وایسم اینجا بگیرم. به خاطر همه خواهش میکنم که نشون بدید که منم براتون بیشتر بسازم از اینا. امیدوارم که از این درس خوشتون اومده باشه. تا روز بعدی ازتون خدافظی میکنم.